سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید. هزار روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟ و به خاطر بسواد ماندن یک نسل تأثیری از این سر نسل های آینده هم می باشد، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی اند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در دو ماه گذشته، چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ سعود آبی‌پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راوند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته ای که گذشت، هزار روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون ها دختر خانه نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه به یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمیداند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند. اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بده. نیلوفر از کاپیسا میپرسد که چرا از حق شری خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا هزار روز محرومیت دختران از مکاتب به چند هزار روز خواهد رسید و یا درب مکاتب باز خواهد شد. هزار روز محرومیت دختران از مکتب در سال 1403. هزار روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دختران را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردیم. با دردها، ناامیدی، خشم، آرزو و خواستایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و در سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدن و شهروندهای تاثیرگذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقه، این صداها و قصه ها را با شما در میان می‌گذاریم. بحث های زنده از رادیو آزادی همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری، مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان. این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم. از شفیق اخبلواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشون مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی داره. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوارستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنهایی که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دختر که بعد از بسته شدن مکاتب سرشان چی میگذره، زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما و شما چی توقع دارن، این رو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی از بیرون از افغانستان از راه‌های مختلف در باره تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا ولج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و درد ها و نظریات خود نوشته کنن، اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفحات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنن، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانی خود در باره تعلیم دختر رو صحبت کنن. هدف عمده کمپین اقرایی است که نه تنهایی که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چی زودتر باز شوند و خدا کنه که کمپین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بتیم و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بیسواد ماندن دخترها، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتونن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بیسواد میمونه و به خاطر بیسواد ماندن یک نسل تأثیری از این سر نسل‌های آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تأثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کنونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زنها و مردها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زنها کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است. در کشورهایی که زنها کمتر به مکتب میرن، وقتی زنها کمتر به مکتب میرن، دخترها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. بسی همه چیزهایی که است در باره خود اینمی دخترها که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در دوره تمام اجتماع، ما در یک نوع در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه. من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترایشان بیسواد میمونه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنل طبی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زنان ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه با پای خود استاد شود. تشکر. حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه‌های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسط و عالی در 26 سنبله سال 1400 با همتون‌ها و کورس‌های آموزشی را نیز برای آنان بست. و امسال باز برای سومین بار امتحان کنکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواره‌های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمع ازدواج‌های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند. کارهایی مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دستی. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75 هزار دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کنه.
این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب می‌کردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند. خب با تأسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته 10 روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستن. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400 هزار متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110 هزار از اینها دختر بود که با تأسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110 هزار دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگ آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستند. خب ببینید، تبعات از این برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگونی داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن به تحصیلات عالی راه بیابن، نتونن تحصیلاتشان را ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیه پسران هم تاثیرگذار هستند. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب و مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بدن، نمیتونن که کار بکنن. خب این یه خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهمی دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سریع در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتونه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب با دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شوه، روی از اون تحقیق شوه، کار شوه، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیع در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش های علمی دارن. با تاسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارن و در کنار از این مهارت هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید به مهارت های جدید نیازمند است و این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امانتاری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت های جدید هم محروم هستن. آموزش و پرورش مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها یا استادای زن وقتی که به مکتب میرفتن درس میدادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میرفتن درس میدادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک میکرد. چرا میرفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنشای خود دید و بازدید میکردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی میگرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک میکرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و اینها دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید، داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تأسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونیسف و World Health و اینا در جمع آوری کرده، نشان میده که سالانه در افغانستان در حدود 3000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود داره. از این 3000 موارد 80% از این زنها تشکیل میده. در کنار از این در زنها با اختلال افسردگی و یا همان Depressive Disorder را که بعد صاحب ترم تکنیکیش یاد میشه، باش به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستن و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرن، چرا که آنها در خانه باقی میمانن و در با این خشونت ها باید هر همه روزه دست و پنجه نرم کنن. همچنین
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید می کنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان به شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب کانگو بیشتر بدانیم، چی است، چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد. مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد این ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیه کانگو یاد میشه یا مرض کریمیه کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از سه نوع یا از سه مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان هم میگذن میتونه که ویروس کانگو را انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه که حیوانات قبلا توسط کنه گزیده شده میتونه سبب انتقال مرض شود. و در مرحله یا نوع سوم یا مسیر سوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه های جلوگیریش هم در حقیقت جلوگیری از این سه مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوز میاری بسازیم. راه های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. به این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثال هم. بعدا از گوشت وقتی که میخوایم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد از ذبح حیوان نباید او خورده شود، حداقل 24 ساعت باید نگهداری شود در یخچال که ویروس از بین بره. و سوم باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه و ویروس کانگو باید او را قرنطین بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود. از اید گفتیم، بیاییم ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چگونه است. رحمت شاه به مشتریانش آمادگی اید قربان را گرفته است، اما در این اید به مراتب کمتر از گذشته. فروش ها زیاد میکنیم، تنها میوه خوش یک ده لگ، پانزده لگ روپه رو تنها میوه خوش می آوردیم. حالا این یک دو سه لگ آوردیم، اما تا فعلا خواهست دیگه هیچ چنوز مردم اقدام نکده در خرید. او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدن. کار نیست، معاش مردم نمیته، تقاطی نمیته، پیسه شهدا و معلولین نمیته دیگه، مردم ناتوان شده. بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است.
با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدند. شما خودتان میبینه که این منطقه کلش خالی است و کس نامده. کل مردم غریب است. پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است. اما در اینجا بازار لباس به ویژه لباس‌های افغانی تا اندازه‌ای گرم‌تر به چشم می‌خورند. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه عید خرسند است. سابق در جمهوریت همه دریشی به تن می‌کردند. حالا شما می‌دانید که طالبان آمدند و همه پیراهن و تنبان می‌پوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همگی پیراهن تنبان می‌پوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است. شکر است از الله راضی هستیم. با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت. آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیازمند هستند. جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود. ما فکر میکنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب ها همین نشست تهران بوده باشد. چون ایرانی ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردن، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردن، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردند، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی‌ها به خواسته‌های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد. گوش طالب ها یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چی با ما چی با کشورهای دیگه. و ایران وارخطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیراً با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارن و یک تعداد زیاد از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشه. به همون خاطر حکومت ایران حراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینشان برای ناامن ساختن جغرافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنند. بریم به جام جهانی 20 اوره کرکت که در آمریکا ویست اندیز در حال برگزاری است و افغانستان پی هم شگفتی می‌آفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان 3مین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند.
تیم نیوزیلند با انتخاب توپ‌اندازی و تعیین هدف 160 دویشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دویش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برساند. و به پایابی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مساف گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویستندیس که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است. افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروپ دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال دارد که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را سوختاند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپاگینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما شما مبارک باشد. بازی با وجه خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، توپ به پایین میماند، پس که ما دیدیم که حکمت الله عمرزی چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب بود درخشد، 49 نمره گرفت و از برکت بتنگ خوب گلبدین نایب یا توپ زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند. و در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویارویی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید. شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تیمه. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره و این شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره، ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که عربستان بگیم یک کمپ تمرینی دو هفته‌ای بده. ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم در قرعه کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمان صعود میکنیم که با تیم‌هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه سد کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونا رو ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسان‌تری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست. و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور خواهم که شده برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن که مردم به شدت منتظرشان است که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیرگذاره. این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.